سلام، خوش اومدید به یک قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فور لایف. تو این ویدیو و هفته ویدیوهای آینده احتمالاً از این به بعد آلبوم زوزه از کچی بیچ رو قراره با هم دیگه بشنویم، آلبومی که بدون اطلاع و مثل اینکه خیلی سرعتی بسته شده. از کانال یوتیوب کچی بیچ کارا رو گوش می‌کنیم که لینک هر موزیک من توی دیسکریپشن می‌ذارم. تو این ویدیو از خودم بدم میاد رو قراره با هم دیگه گوش کنیم، ترک اول آلبوم که لینکش تو دیسکریپشن هست و میتونید شما از اونجا گوش کنید. به جز اون لینک‌های کانال استنر و دلول هم توی دیسکریپشن وجود داره. منتظر ویدیوی بعدی دلول باشید. اسنرم که حالا فعالیت ها شروع شده و اگر فور گنگ ها رو با چی توی کامنت بریم بشنویم. از خودم بدم میاد و آرت فورکش رو ببینیم و کریدیت های آلبوم رو با هم دیگه بخونیم. خب مین آرتیست تو این آلبوم خشایار استار است. آرتیست های مهمان پوتک، زیرزمان کیل، آرماند، پرودوسر اصلی تیک تاک، کو پرودوسر ها سوالک ایلنویز، بیت پرودوسرز خشایار استار، سوالک ایلنویز، پرود بای کیوت، یانگ لاست، همه پرودوسری مورد جز پرودوسری مورد علاقه منن. همشون گست بیت پرودوسرز، یکی که نمیفهمم چیلن ریلکس بیتز، آها، و آیم رگی و هومیج بیتز احتمالاً. گیتارم با حسام آرسی هست. اگزیکیوتیو منیجمنت سوالک، منیجمنت اسیستنت لیل اسی، ویژوالز تمام ویژوالز هم دمیر چی، آرت ورک سی تی چی 60، همون تی 6 خودمونه، تی 6 قدیمی و اترو آرتس. آرت ورک یکی از نقاشی های بنکسی هست. بنکسی همون گرافیتی آرتیستی هست که توی ترک زیرو توی مانکید اسمش برده شد. یه گرافیتی هم تقریبا معروف ترین گرافیتی آرتیست دنیاست. گرافیتی آرتیستی که بیست این یوکیه. ببین آرت ورک یه جوریه که انگار یه بچه یکی بادکنکی و از دستش ول شده. دو تا برداشت از این آرت ورک میشه. یکیش اینه که همون معصومیت کودک و بی‌توجهی به اون معصومیت و مظلومیت و بیگناهیش. معنای دوم مثل این که انگار مثلا دختر بچه خودش رها کرده بادکنک رو. طبیعی هم از این دو تا برداشت اتفاق بیفته. اینه حتی اگه خود بنکسی، یعنی در ادامه میگم بنکسی خودش اشاره کرده که منظورش چیه، ولی اگه حتی بنکسی هم بگه من منظورم این بوده، باز نقاشی چون یکی از آرت فرم‌های اصلی ماست دیگه، برداشت پذیر دیگه. یه سری جاها ممکنه به این معنا هم واقعا استفاده شه که خود دختر انگار رها کرده یه چیزی رو، ولی خب معنایی که بنکسی خودش از این آرت ورک ارائه داده کاملا منطبق با وضعیتی که ما الان این روزا تو کشورمون داریم. اونم چیزی نیست جز نگه داشتن امید حتی اگر دستمون به چیزی نرسه. اون بک‌گراندی که اون نقاشی روش اتفاق افتادم احتمالاً یه فرم خونه است. احتمالاً به صورت غیر مستقیم منظورشون ایرانه دیگه، از اون خونه. واقعا اگه پرچم ایران بود و نقشه ایران بود و این چیزا واقعا یه خورده میخورد تو ذوقم، ولی این خونه بودنش کاملا مفهوم میرسونه. و همین 3 دقیقه و 49 ثانیه بریم بشنیم ترک اول. این واسه اونایی که از خودشون برشون میاد فکرم خیلی باشن. یست تو من خودم بدم میاد، چون وقتی همه جنگیدن نشسته بودم، میگفتم فرشته ها رفتم، فهمیدم اونا که واسه آزادی پر کشیدن فرشته بودن. من خودم بدم میاد چون تا دیروزم میخواستم بازم یه تک به کوبم بگم به من چه، میگفتم فقط این مهمه که الان به ام برسه الکل و برسه دودم. از خودم بدم میاد چون وقتی از تو خیابون میومد صدا جیغ، من نشسته بودم خونه نرسه به ماسیب، بسته بودم رو این که همه تو ببازید، فکر نمی کردم که وایسید. من راست کرد موهام دیگه، اصلا از دوندون و اینا هم گذاشت. کچی بیت کی اینقدر توانایی تاچ کردن احساسات آدم رو پیدا کرد؟ کی اینقدر قلمش باحال شد؟ من نفهمیدم. یعنی آخه باحال می نوشت همیشه، ولی دیگه این حاجی خیلی بامزه داره می نویسه از احساس کسی که توی خونه بوده، همراه نشده با کسایی که تو خونه نبودن، و میدونی از این سمت داره تحسین، میدونی دیدگاه باحاله، اینکه از این سمت داره تحسین میکنه اون کسایی که باید تحسین کنه رو.
دیدم آسیب بسته بودم رو این که همه تون ببازید فکر نمی کردم که وایسید از خودم بدم میگه بسته بودم رو این که همه تون ببازید آدمی که بعد بیتا قبلش گفت دیگه تو فکر این بودم که دود و الکل هم بهم برسه و فلان اینا خیلی باحاله تناسب داره این چیزایی که داره میگه یعنی مثلا آدمی که من نمیخوام این حرفو بزنم خیلی ها اون کار رو میکنن این کار رو هم نمیکنن ولی داره مثلا شبیه یه آدم قمارباز و شاید به تصویر میکشه که درگیر الکلشه و دودشه و اشغالشه و اتفاقا شرط بندی هم میکنه رو اتفاقات دیگه خود کچی بیست هم خواهم شاید همین هست یعنی شرط بندی اونو میکنه شرط که حاله مثلا میبنده دیگه چون میگفت نمیدونم این شم چه آدمی هست یا نه حس کنم باش این اتصابو میرفتم مغازه میکردم که وایسی از خودم بدم میاد چون میگفت این اتصابو میرفتم مغازه میخواستم فقط من باشم اونی که نبازه چیزی خط رو زندگی من اندازه تازه من داشتم اندازه از خودم بدم میاد چون نمیدونم حس تازه من داشتم چی؟ تازه من داشتم اندازه تازه من داشتم اندازه چیزی خط رو زندگی من اندازه تازه من داشتم اندازه از خودم بدم میاد چون نمیدونم حسم باید چی باشه به اونی که ساکته کلی فوش دادم بهش و حتی نمیدونستم میتونه پا بشه و واسه جلو داشه شاید الان از ده رو شقیقشه شاید ترسوه غریزشه شاید اصلا میترسه که حریف نشه اصلا نمیدونم توی دلم چی جریمشه از خودم بدم میاد چون هیچ قدمی بر نداشتم واسه عدالت ولی نشستم همه تونو کردم قضاوت چون دیدم میزنه آخ وای چقدر گزیده داره میگه از حس هر آدمی به هر آدم دیگه ای من فکر کنم مخاطب فقط اون یعنی فکر کنم داره راجع به کسایی صحبت فکر کنم داره راجع به کسایی صحبت میکنه که حالا مثلا کار خاصی نکردن تا یه مدتی نه تماشا کردن نه استلانقش خاکستری و حالا احساس بدی دارن نسبت به خودشون خب ولی نه اینجوری نیست اون کسی که از خودش بدش میاد عوض داره میشه هی دلیل این که اون آدم از خودش بدش میادم داره عوض میشه اون آدمی که نمیدونم میترسید و فلان و بیسار قضاوت کردم ولی راست ببین خیلی از خیلی تمیز دار از گیجی و سردرگمی آدمو میگه خیلی گیجی و سردرگمی آدمو تو این روزا بعد این جمله آخرش تیرکوند از خودم بدم میاد چون هیچ قدمی بر نداشتم واسه عدالت ولی نشستم همتون رو کردم قضاوت به به دیدم میزنه ولی داد نزدم بلند که چرا زد میگفتم من که دارم همه چی تو زندگیم بعد چرا فکر کنم چی میگذره توی اوین به من چه اون نمیخوابه شبا با دل سیر چرا باید من برم واسه شون تو دل شیر از خودم بدم میاد واسه بی خیالی واسه این که تو واسه من میدی آلین و مثل که هم معرفت نشو چیزی آلین تو واسه من میدی آلین این که تو واسه من میدی آلین آلین یعنی هر چی داری و میذاری وسط من اونقدر پوکر باز و اینا نیستم ولی مثل که من ایشی که هم معرفت نشو چیزی آلین و پشتتن فقط مجازی و دیجیتالی یه است تو من از خودم بدم میاد چون وقتی همه می جنگیدن نشسته بودم از خودم بدم میاد چون نهیدم در تو من گرم بودم و نهیدم سرت شد نفهم بودم و نشیدم حرف تو کی بود؟ سعدی بود یه شعر داشت میگه من گرم بودم و ندیدم سرت شد از خودم بدم میاد چون نهیدم در تو بعد میگه از خودم بدم میاد چون ندیدم دردشو درد تو سعدی یه بیت داره من تو کانال تلگرام گذاشتم واجی 400 میگم 400 800 سال پیش گفت 812 سال پیش گفت میگه که خفتگان را خبر از مهنت بیداران نیست تا غمت پیش نیاید غم مردم نخوری حاجی ما هنوز همینا رو داریم میگیم نگاه کن حالا مثلا کچی بیست خیلی باحال داره بیان میکنه خب میخوام بگم که یارو 812 سال پیش یه بیت گفت به بهترین نحو ممکن یه چیزی رو گفته که ما هنوز همون دردو داریم هنوز همون در مورد همون موضوع داریم حرف میزنیم من گرم بودم و نهیدم سرت شد نفهم بودم و نشیدم حرف تو از زد زدم و خریدم سهم تو از خودم بدم میاد چون وقتی دیدم میکشه چشامو بستم و دعا کردم واسه خودم وقتی گرفتم کتابو دستم هر شب نگاه کن مستم انگار جمعه است اصلا همه فکرام بنبسته هستم چرا مرده است دلم ته دره به جا قله است چکا کنم دیگه دارم فهمی کنم منم به پا شدن ولی نمیدونم میشه چشارو بست رو
تو منو بخشید و زه این حساب و خط. من که میگم خودم هم از خودم بدم میاد، تو هم بیاد چون من کلن پرم و چرندیاد. همش سیام، همش سیابازی، همش ریام، حالم بدتر همش سیام. بگو جا داری تو قلبت که منم بیام. میخوام برگردم به اصل خودم، از اینی که بودم من خسته شدم. میخوام طعم عشق رو دوباره باد مزه کنم. میخوام اون روزی که میمیرم بدونم حداقل دست پرم. من خودم بدم میام، خودم بدم میام. یه حس تو من کچی بیست کی اینقدر خوب مینویسم از کی تا حالا من نمیفهمم. که وقتی همه میجنگیدم من نشسته بودم، میگفتم فرشته ها رفتن. فهمیدم اونا که واسه آزادی پر کشیدن. فرشته بودم، یه حس تو من خودم بدم میام. واویلا عجب موزیکی بود. خب این بود ترک من از خودم بدم میاد که فکر من نداشت. از خودم بدم میاد از کچی بیتس. که ببین محتوایی حساب کنی یه محتوایی خیلی سوبر بود. خب البته الان که همچین صحبتایی واقعا مطرح نیست، الان اولویت اصلا با اینجور محتوا است. ولی واقعا حالا تو حالت عادی اگه حساب کنی این محتوای خیلی سوبریه دیگه. ولی اصلا من میخوام اینو بگم که فکر میبینی شبیه چی میمونه؟ شبیه اینه که تو از ورزش صحبت کنی ولی یه جوری از ورزش کردن صحبت کنی. کردن دیگه سوبرترین اتفاق ممکنه، یا از کتاب خوندن، ولی به غیر سوبرترین حالت ممکن این کارو کرد. و اتفاقا هنر قضیه همینجاست، یعنی پیچش کار، اصلا دلیل تاثیرگذاری کار یکی مثل من واقعا همینجاست. من 100 بار گفتم تو همه ویدیوها که آقا صحبت اخباری چی میگن، من تو ویدیوها میگم که من خوشم نمیاد دیالوگ اخباری تو موزیکا بشنوم، به خاطر اینکه جای اخبار تو اخبار، واقعا جای اخبار توی روزنامه است، تو توییتره، تو چه میدونم سایت های خبریه. من خودم میدونم چه اتفاقی افتاده، نمیخوام اون چیزها رو دوباره همون جوری که توی توییتر میخونم، توی روزنامه ها میخونم، توی حالا رسانه ها میبینم، تو موزیکم بشنوم. خب این دقیقا نقطه مقابل اون حرفه بود. کاری که کچی بیتس اینجا کرده بود چی بود؟ داشت راجبه یه آدم، از طرف یه آدم صحبت میکرد که با این آدم رفتار بدی داشته. حالا یه موقع است که این آدم به این آدم ظلم کرده، یه موقع است که این آدم همراه این آدم نبوده، یه موقع است که بلو میدونی یه اشتباهی نسبت به این آدم کرده و به خاطر اون اشتباهه از خودش بدش میاد. جای این آدم رو عوض میکرد، تناسب تعویض این آدمه، این آدم هم این عوض میشد دیگه. یکی دو تا بیتش هم بود که اصلا دوستشم در رام بوست کنم بیت ها رو بعد بزنم دور سر جاش. راجع به اینکه خودم گوی نخوردم ولی قضاوت دارم میکنم بقیه رو فلان و اینا، من از این آدمو زیاد دارم میبینم، خیلی زیاد شدن. بعد حالا میبینید این آدما توی اینترنت هم خیلی بیشترن، به خاطر اینکه توی اینترنت توی کامنت من خیلی راحت میتونم بیام به تو گیر بدم. شما از من خیلی چیزا میدونید، دارید منو جلوی دوربین میبینید، من از شما که کامنت میذارم که چیز نمیدونید، نمیدونم. به خاطر همین این گیری که مثلا یکی به من میده، من نمیتونم تشر بزنم برگردونم 100 تا با 100 تا گیر دیگه به خودش بگم. خب ولی واقعا میدونم که پشت اون گیره چیه، یعنی جنس چند تا از اون آدمایی که اینجوری گیر میدن دیدم. چون بعد خیلی اینجور آدم ها انتظار جالبی هم دارن از تویی که کارت توی اینترنته، کارت به واسطه اینترنته، انتظار همه کاری دارن. ولی خب تو سطح شهر که نمیرم به کسی گیر بدم بیان که تو مثلا چرا این کار نمی کنی، به خاطر اینکه اینترنت راحته دیگه، راحت میتونی حرف بزنی و کسی بازخواستت نه، کسی یعنی منظورم که کسی به خودت نتونه گیر بده. حالا در هر صورت یه 2-3 تا لاین اینجوریش بود که خیلی دوست داشتم. ترک خودت هم کچی بیت میدونه، هم شما میدونید، هم من میدونم که واقعا ریپیتبل نیست. ترک واقعا موضعیه، ترک واقعا برای الانه، برای حالا یه موقعی دیگه ای شاید، یه موقعی قبلتریه شاید. خب ولی حاویه یه پیامیه یونیورسال، حاویه یه پیامیه که توی یه جمله هم حتی شاید بشه خلاصش کرد. اصلا نه واقعا توی یه جمله نمیشه خلاصش کرد، یه سری پیام بود که مکمل هم بودن
در قالب داستانی که داشت تعریف میکرد، مثلا به این دلیل از خودم بدم میاد، به این دلیل از خودم بدم میاد، یه سری پیام کلیدی داد. یکیش این بود که وقتی خود گوی نخوری بقیه گیر نده، یکیش این بود که تا خودت درد نکشی درد بقیه به چشت نمیاد و اصلا مهم نیست و همون بنی آدم از یک دیگرند و فلان و بیسار. یعنی من دوست داشتم این که مستقیم هیچ اشاره به این پیامایی که حالا قبلا هم شنیدیمشون بعدنم قراره بشنوید نکرد، ولی خیلی راحت بود برداشت این پیامو از این ترک. و میگم من تجربه اولین بار شنیدن این ترک واسم زیاده، ولی بعید میدونم ترک قابل تکراری خیلی باشه و ترک شخصی خیلی نیست، نیازمنده مثلا یه جو، ایجاد یه جو عجیب تو جامعه است که تو دوباره بتونی ترک گوش کنی. حالا ما که فعلا تو این جو هست، میگم تجربه اولین بار شنیدن من مثلا 7.5 ولی همین دیگه. شما نظرتون رو نمیسید راجع به ترک، راجع به ریاکشن ویدیو، ویدیو برای دوست داشتید لایک نشید، دیسلایک فورگنگ تو کامنت، یادتون نره ویدیوهای کانال دوست داشتید سابسکرایب، یادتون نره یه دونه زنگول بغل سابسکرایب وجود داره که اگه دوست داشتید از آپلود ویدیوها با خبر شید میتونید زنگول رو فشار بدید. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید و هستید و خواهید بود و همینا دیگه. مواظب خودتون هم باشید تا ویدیوی بعدی. فور